سلام خدمت رفقای عزیز، امیدوارم چالتون عالی باشه. بنده ابوالفضل برزگر هستم و با 37 جلسه آموزشی از دوره ASP.NET 6 در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، توی دو جلسه قبل با ریزور پیج بیشتر کار کردیم و تفاوتش با MVC رو دیدیم. حالا بیایم راجع به روتینگ توی ریزور پیج هم صحبت کنیم، راجع به مسیریابی، که انشالله از جلسه آینده بریم و اپلیکیشن بلاگ خودمون رو با ریزور پیج بزنیم. خب من به اپلیکیشن تست ریزور اپ میام. توی این اپلیکیشن دوستان ما میدل ویر مپ ریزور پیج رو داریم، یعنی توی ریزور پیج ها برای روتینگ از میدل ویر مپ ریزور پیجز استفاده میشه. ولی اگه یادتون باشه ما توی MVC از مپ کنترلر روت استفاده میکردیم، اینجا از مپ ریزور پیج استفاده میشه، اونجا از مپ کنترلر روت استفاده میشد. توی مپ کنترلر روت دوستان ما باید میومدیم مسیر پیشورز اپلیکیشنمون رو میدادیم که زمانی که اپلیکیشن اجرا میشه به کجا بره، و بعد میگفتیم که باید بری به کنترلر خون و اکشن ایندکس یا هر جای دیگه. ولی اینجا دوستان ما مسیر پیشورزی رو نداریم، اپلیکیشنمون به کجا هدایت میشه؟ آفرین، اینجا میره به فولدر پیجز و به قولی ایندکس ما رو، پیج مدل ایندکس ما رو اجرا میکنه. توی پیج مدل ایندکس دوستان ما هندلر هامون رو داریم، خب و اینجا مثلا هندلر آنگت رو داریم که صفحه ما رو ریترن میکنه، و همینطور میتونیم هندلر آن پست رو هم بسازیم که اطلاعاتی که کاربر مثلا توی یه فرم به ما داره ارسال میکنه رو بتونیم توی هندلر آن پست بتونیم دریافتش کنیم. خب پس با استفاده از آنگت ما میتونیم صفحه‌مون رو ریترن کنیم، و با استفاده از آن پست میتونیم اطلاعاتی که کاربر وارد کرده رو به قولی دریافت کنیم. مثل همون دوستان اتریبیوتی بود که توی MVC داشتیم، توی بالا سر اکشن هامون تعریف میکردیم، یادتون میاد؟ بذار من کنترلر رو کاتگوری رو براتون باز کنم. اینجا ببینید ما برای به قولی اکشن کرییتمون که وقت زمانی که قرار بود یه کاتگوری رو دریافت کنه، یه HTTP پست رو اینجا قرار داده بودیم، یه اتریبیوت رو که میگفتیم در واقع این اکشن پست ماه، و به صورت دیفالت اینم اکشن کرییت ما بود، یا اصلا میتونستیم بیایم اتریبیوت HTTP get رو براش در نظر بگیریم. ولی این اتریبیوت ها رو همینجور به صورت اسم توی به قولی این هندلر ها داریم. اینجا باید بگیم آن گت، و برای پستمون هم بگیم آن پست. اینجا میتونیم بیایم و void آن پست رو هم ایجاد کنیم. باید اسمشو بذاریم آن پست. به همین راحتی. خب این از به قولی مدیریت کردن درخواستای HTTP. ولی برگردیم به تصویرمون. توی تصویرمون دوستان در ابتدا گفته که روتینگ توی ASP.NET Razor Page نگاشت میشه به واسطه، یعنی نگاشت میشه URL هامون به واسطه فایل های فیزیکی. منظورش چیه دوستان؟ ببینید من به اپلیکیشن ریزور پیجمون برمیگردم. حالا فرض کنید که ما توی اپلیکیشنمون یه قسمتی رو داریم به اسم ادمین، که حالا اونجا فقط ادمینمون باید دسترسی داشته باشه و ادمینمون توی اون قسمت بتونه به قولی فایل هایی رو وارد کنه و از این جور موارد. ما میایم توی همین فولدر پیجز، باید بیایم و یه فولدر جدیدی رو ایجاد کنیم، اسمشو مثلا میذاریم ادمین. خب اینجا
فولدر ادمین رو ایجاد میکنیم و بعد میام یه فایل ریزور پیج رو داخلش ایجاد میکنیم. من یه ریزور پیج امپتی رو میخوام ایجادش کنم توی فایل ادمینم. خب همین ایندکس باشه. بله به این شکل. خب حالا دوستان مثلا میایم اینجا یه تگ h1 قرار میدیم و میگیم که ادمین پنل بینش. خب این از و اینجا هم که دوستان هندلر آنگتمون رو داریم. دوستان در واقع برای هر پیج ما به یه هندلر آنگت نیاز داریم، مثل همون زمانی که توی MVC برای هر ویو ما به یه اکشن HTTP get نیاز داشتیم، اینجا هم برای هر صفحمون، برای هر پیجمون ما به یه هندلر آنگت نیاز داریم که صفحه ما رو بتونه ریترن کنه دیگه، درسته؟ خب حالا دوستان ما میخوایم وارد به قولی پنل ادمینمون بشیم. چجوری میتونیم وارد پنل ادمینمون بشیم؟ بذارید من به لایوت بیام یه لینک ایجاد کنم. اینجا میام این LI رو کپی میکنم و همینجا قرار میدم. خب دوستان ببینید میگه که باید با واسطه همین دایرکتوری خودتون مسیر دهی کنی، درسته؟ توی تصویر بهتون گفته بود که توی فیزیکال خودتون. پس ما باید اینجا در واقع بگیم که شما باید بری به از تگلپر ASP پیج هم همونجور که میدونید استفاده میکنیم برای مسیر دهیمون، باید میگیم که باید شما بری به ادمین، درسته؟ و بعد بری به ایندکس به همین راحتی. اینجا مثلا می نویسیم که ادمین. حالا من اپلیکیشن رو اجرا میکنم ببینید به چه شکل انجام میشه. البته دوستان اینجا اینو من نذاشتم، قرار ندادم، حتما باید این اسلشه قرار بگیر. خب اینجا اپلیکیشنمون رو اجرا میکنم. خب دوستان اپلیکیشن برامون اجرا شد. اینجا میتونیم به ادمین بریم توی نوارمون. من روی ادمین میزنم. بعد دوستان ببینید به فولدر ادمین رفتیم و در واقع به فایل یا بهتر بگیم پیج ایندکس داریم هدایت میشیم، که چون پیج ایندکس مسیر پیشفرض ادمین ما هست دیگه برامون اینجا نمایشش نداده توی URL. پس با استفاده از همین مسیرهای فیزیکی اپلیکیشنمون ما میتونیم مسیر دهی کنیم، روتینگ کنیم. به همین راحتی گفتیم برو به ادمین و بعد برو به ایندکس. دیگه نیاز نیست که بگیم مثلا برو به کنترلر فلان، برو به اکشن فلان. همینجا با استفاده از تگ هلپر ASP پیج گفتیم که برو به ادمین و بعدش هم برو به ایندکس. به همین راحتی. مورد دوم که توی عکسمون هست اومده گفته که ریزور پیج ها به روت فولدر نیاز دارن. دوستان توی ریزور پیج ها ما برای اینکه فایل های استاتیکمون رو داشته باشیم، فایل های استاتیک چیا بودن؟ CSS ها، JS ها، تصاویر، فیلم ها و اینها رو دوستان باید بیایم داخل فولدر WW root قرار بدیم. مثل MVC دیگه دوستان، فرق نمیکنه که توی MVC هم ما میمدیم فایل های استاتیکمون رو داخل فولدر WW root قرار میدادیم. مورد سوم هم که همونجور که گفتم ایندکس is a default document، همون صفحه اصلی ماه، درسته؟ حالا دوستان اینجا مپ هایی که خودش داده رو ببینید. URL domain.com میره به فولدر پیجز و بعد میره به index.cshtml. در واقع زمانی که ما اپلیکیشنمون رو اجرا میکنیم میره به فولدر پیجز و بعد فایل index.cshtml ما اجرا میشه. دومی مسیری که ما داریم رفته به ایندکس که در واقع همینم میره به فایل ایندکس ما. سومیش هم رفته به اکانت. دوستان همینجا مثل ادمینه که ما با هم دیگه ایجادش کردیم، یا در واقع رفته به فایل اکانت یا رفته توی فولدر اکانت و فایل ایندکس رو اجرا کرده، درسته؟ غیر از این دو گزینه که دیگه ما مسیری نداریم. یا اینجا مثلا ما یه فایلی داشتیم به اسم admin.cshtml و به اونجا رفته، یا رفته توی ادمین و فایل ایندکس رو اجرا کرده، درسته؟ اینم
از این مورد. اینم از روتین توی ریزور پیج ها. توی جلسه آینده دوستان میریم قالبمون رو وارد اپلیکیشنمون میکنیم تا بتونیم که اپلیکیشن بلاگمون رو توسعه بدیم.